خوش آمد میگم به همه دوستان. تا یه چند دقیقه دیگه خوش آمد میگم به مهدی اصلانی عزیز، از دوستان خوبم. امیدوارم که سلامت باشین. چند دقیقه دیگه این ما فرید آریان‌نژاد رو خواهیم داشت امشب در برنامه ساعت 10 شب، و از برنامه‌هایی که برای آشنایی با در واقع حرفه‌ها و توانمندی‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سینما، تلویزیون، تئاتر و به صورت خاص هنر خواهیم داشت که برای امشب در خدمت دوست عزیزم فرید آریان‌نژاد خواهیم بود که از دوستان صمیمی بنده بوده و هست و خواهد بود. امیدوارم که این دوستی پایدار باشه. چند دقیقه اگه وقت بدین، من فریدم که اومد حتما با فرید هم صحبت خواهیم کرد و این تایم رو میذارم برای آماده سازی در واقع شو. اگر اجازه بدین تا یکی دو دقیقه دیگه آغاز میکنیم شوهمون رو. خیلی خوش آمدید به همه شما عزیزان، خوش آمد میگم. دوستان زیادی امروز خواهند بود، امشب اینجا خواهند بود. مطمئن هستم که علاقمندان زیادی دارن، هم خود فرید عزیز و هم در واقع طرفدارانشون. سلام به فرید آریان‌نژاد عزیز. سلام امیر جان، احوال شریف، حال شما خوبه؟ قربانت، مرسی. چه خبر؟ زنده باشی، خیلی متشکرم. شما خوبی؟ ممنون، مرسی که قبول کردین در این برنامه باشین. البته این برنامه مال شماست، بنده اینجا امشب مهمون خواهم بود. من در خدمت شما به عنوان یکی از کارگردانان، تهیه کنندگان، بازیگران و استاد حوزه کاری خودتون حرفی برای گفتن ندارم. از وجود شما امشب لذت خواهیم برد و مطمئنم دوستان زیادی به لایو ما جوین خواهند شد. امیدوارم که بتونیم شب خوبی رو داشته باشیم با هم دیگه. خیلی متشکرم همین جان، خیلی تشکر میکنم از برها لطفی که به من داری. همچنان ما شاگرد هستیم و البته حالا درست سالهای زیادی شده که در حوزه رسانه دارم فعالیت میکنم، اما همچنان خودم رو شاگرد میدونم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و مفید باشه. حتما حتما. خب فرید عزیز، من بر طبق عادت همیشه دوستان رو در واقع معرفی میکنم و این بار بلخص نیازی ندیدم که من شما رو معرفی کنم، چون میدونم که خیلی از دوستانی که امشب در کنار ما خواهند بود شما رو دورادور و تخصص شما رو دورادور میشناسن و نیازی به معرفی نیستش. ولی اگر دوست دارین به صورت خلاصه در مورد خودتون و حالا نه به صورت معرفی ولی در مورد کارهایی که در حال حاضر مشغول هستین رو برامون توضیح بدین. من جان از سال 81 که من فارغ التحصیل رشته تئاتر هستم از دانشگاه آزاد عراق. دقیقا به محض اینکه دوران کارشناسی تمام شد فعالیت خودم رو در صدا و سیمای مرکز کردستان شروع کردم به عنوان مجری، و خیلی زود، یعنی تقریبا از سال 83 دیگه، اولین برنامه خودم روی برنامه ترکیبی بود به اسم موج، یادش بخیر، با کوروش احمدی عزیز از بازیگرای بسیار توانای حوزه تئاتر و سینمای کردستان. درست. شروع کردیم کار رو. اون زمان به نظرم کار جدیدی بود، یعنی ما پلاتوهای برنامه رو توضیح میدم، نمیخوام سردرد باشه اما خیلی سریع توضیح بدم. به هر حال اون کار برای دور خودش کار جدیدی محسوب میشد. پلاتوهای نمایشی رو ما به صورت زنده اجرا میکردیم. فکر میکنم برنامه خیلی خوبی شد، حداقل چون که ببینید یه برنامه وقتی خوب هستش، حداقل تو رسانه، که ماندگار باشه. درسته. برنامه ها تاریخ مصرف نداشته باشه. الان هنوزم گهگاه پیش میاد که دوستان حالا
محبت دارم میگن یادش بخیر یه برنامه بود این موقع مثلا سال 83 84 با کوروش اجرا میکردین و فکر میکنم برنامه خوب بود و این ادامه پیدا کرد برنامه‌های ترکیبی و برنامه‌های جوان مخصوصا من تقریبا هولوش 8 سال 9 سال برنامه جوان رو با فرم‌های مختلف تهیه میکردم و البته اجرا حالا در این بین کار بازیگری هم میکردم اما خیلی گزیده یعنی بازیگری برای من دغدغه نبود اما خب حالا پیش اومده کارهای دوستان مخصوصا فیلم‌های کوتاه بازی میکردم تا اینکه سال 87 سریال شهر پشت دریاها رو تهیه کردم دور خودش اولین سریالی بود که خارج از استان میرفت با بازیگرهای حرفه‌ای کار میکردیم آقای استاد خلج، آقای حسین خانی‌بیک، خانم سریا قاسمی با این دوستان من همکاری داشتم کار متاسفانه دچار مشکل مالی شد اما در نهایت شبکه تهران پخشش کرد و بعدش هم دیگه ادامه پیدا کرد دیگه الان هم تهیه کننده ارشد تلویزیون هستم و متاسفانه شرایط شغلی ما اون ثباتی که باید داشته باشه رو نداره حداقل به لحاظ مثلا اینطوری من خدمتت بگم سالهاست من برنامه شبانه تهیه میکنم وسطش یه دفعه مثلا امکان داشته فیلم سینمایی تهیه کردم سینمایی که نه فیلم تله منظورمه سریال تهیه کردم یعنی اون هارمونی که باید من داشته باشم به عنوان یکی از قدیمی های الان شبکه استانی متاسفانه نداره پریدن هامون زیاده از این شاخه به اون شاخه اما در حال حاضر یه برنامه شبانه باز دستم به اسم دیسان شو چهار تا برنامهش پخش شده همین الان هم آنتنه چه جالب و ولی خب در خدمت شما هست ببخشید اختیار نه شما مطمئن در اختیارتون هستش فرید جان حالا در به صورت خاص موقعی که با هم دیگه صحبت می‌کنیم البته خب دوستی منو فرید به سال‌های خیلی دوری برمیگرده و ما تقریبا هم محله ایم هم همبازی یه جورایی در دوران کودکی البته خب این میشه گفت که این ارتباط وجود داشته خودت به عنوان کسی که در واقع در حوزه‌های مختلف سینما کار کردی آیا یک میشه گفت گزینش داری از میان کارهایی که کردی به عنوان یک شخصی که کار کردی آیا علاقه مندید به بازیگری بیشتر هست یا بر حسب مثلا شرایط روز داری میری جلو و یا نه ترجیحی نداریم به هر حال هنر هنر هست و شما هر جایی که بخوای میخواین این در واقع همراهی و همکاری رو انجام بدیم ببین قطعا آموزشی که من دیدم یا حداقل نسلی که من هستم نسلیه که اینطوری ما بار اومدیم که خیلی از کارها رو بلد باشیم اما شاید اون شرایط هیچ وقتی مهیا نبوده که تبدیل به یک ستاره بزرگ بشیم چرا؟ چون که ما مجبور بودیم خیلی از کارها رو یاد بگیریم حالا من خیلی از هم نسلان من هستن که هم تدوینگر خوبی هستن هم فیلم بردار خوبی هستن هم کارگردان خوبی هستن بازیگر و و و اما هر کدوم از این شاخه‌ها رو که خدمتت عرض کردم یا آدمی هستن که میشه روشون حساب کرد یک اتفاق بزرگ نیستن از جمله خود من درسته. ما مجبور بودیم به خاطر شرایط مالی به خاطر ممیزی‌هایی که وجود داشته به خاطر مافیایی که هنوزم هست به خاطر شرایط سفارشی که معمولا توی رسانه وجود داره و این مختص به تلویزیون اینجا نیست همه جهان اینطوریه بله چون که اصولا رسانه ها مستقل نیستن رسانه ها معمولا یک پشت صحنه بسیار بزرگی دارن چه تلویزیون چه رادیو چه پادکست چه همین فضای مجازی و اصولا محتوای تمام رسانه ها یک پشت صحنه ای داره که بوی سفارش میده درسته این سفارش هم آدم ها انجام میدن و ما به واسطه نسل من به واسطه بسیاری از این آدم های سفارشی همیشه در گوشه ای از رینگ بودیم و تقلا کردیم که ناک اوت نشیم اما خب ادامه دادیم اومدیم جلو و به الان رسیدیم بحث هم اینه که الان من تهیه کننده ارشد تلویزیون هستم بله اما به اسم
فاصله من تهیه کننده ارشد به لحاظ سازمانی با دوستی که در جامعه جمع و شبکه سراسری داره کار میکنه بسیار متفاوته. قطعا خود من دوست دارم همین تهیه کننده ارشد باشم، به لحاظ مالی، به لحاظ دغدغه هایی که دارم میتونم در مقام یک تهیه کننده بسیاری از این دغدغه ها رو به حالا اجرا در بیارم، اما در واقعیت این اتفاق نمیفته. فاصله بسیار زیاده بین اون تهیه کننده آرمانی که من دوست دارم باشم و اتفاقی که الان داره میفته. ولی در نهایت، حالا سوال خودت هم من جواب بدم، تهیه کنندگی و کارگردانی برای من قطعا در اولویت قرار داره. حداقل رزومه کاری منم اینطوری بوده و من چرا تلاش کردم همین که این برند مجری گری رو از ذهن مردم بزرگ کردستان پاک بکنم و نمیشه. آره متوجه هستم. به هر حال خب فرید عزیز از مجریان گویندگان و در واقع خوشکلامان میشه گفت عرصه سینمای ایران هست و خب این انتظار ازت میره که بیشتر با این فلسفه در اذهان عمومی بمونی. چون یه مقدار از بحث پیج من بحث‌های مثبت اندیشی و انگیزشی هست و در کنار این هدف من شکستن تابوی رشته های مرجع هست برای موفقیت و بیشتر در کنار با این مبحث من دارم تابو شکنی های مختلف که یه صحبتی هم قبل از لایف با همدیگه کردیم که اون هم یک تابو هست و امشب میخواییم در مورد همون تابو صحبت بکنیم. بیشتر کار من این هستش که اینو معرفی بکنم. مطمئنن کار تهیه کنندگی و کارگردانی در حوزه کار کارآفرینی و انترپرنورشیپ قرار میگیره به خاطر چلنج ها و خصوصیت هایی که داره. به عنوان یه تهیه کننده و کارگردان از لحاظ کاری و پالیسی و سیاست رو میگذارم کنار. به عنوان فرید آریان‌نژاد خودت شخصا چه چلنج هایی رو داشتی؟ یکی دو مورد برامون مثال بزن و اینکه چجوری با این چلنج ها در واقع به اون چلنج ها فائق اومدی، یعنی چجوری موفق شدی تونستی اینها رو پشت سر بذاری و به این جایگاهی که هستی برسی. ببین، کار رسانه اصولا بغل گرفتن تمام اتفاقهای خوب و بدیه که در این دنیا وجود داره، یعنی هیچ شغل دیگه ای نیست که تا این حد شما رو وارد چالش بکنه. درست. شما هم خودت، هم کاراکتر حقوقیت، هم کاراکتر حقیقیت در مظن اتهام هستی که بتونی یک کاری رو انجام بدی یا انجام ندی. درست. این خیلی این قدم اول ماجراست. این فیلتر اول داستانه. شما وقتی که از این فیلتر میگذری وارد یک دنیای عجیب و غریبی میشی که هیچ تضمین و هیچ گارانتی نداره برای موفقیتت. این که مثلا الان من بارها بوده، برنامه‌هایی بوده که یک ایده بسیار جدید و خوب پشتش بوده، یک پروداکشن بسیار خوب پشت ماجرا بوده، پیش تولید عالی، یعنی همه چیز اوکی بوده، اما در نهایت کار شکست خورده. خب یعنی واقعا نمیشه پیش بینی کرد در این شغل، حداقل در مقام یک برنامه ساز یا یک تهیه کننده یا آثار هنری نمیتونی یک ضمانت درستی داشته باشی از اینکه این کار مورد اقبال عمومی قرار بگیره یا نه. این که دارم میگم شاخص من هست، ایدئال من این هستش. درسته. و الا باز هم برمیگردم، امیدوارم تلخ نباشم همینا، چون که من آدم تلخی شدم. آره یه مقدار نگاه من نگاه مثبتی نیست به این جهان، حداقل در طول این سالهای اخیر. حالا به هر حال من نظر شخصی این هستش که خب به هر حال چون هم میگه که هر که بامش پیش برفش بیشتر، شما خب توی چون توی جایگاهتون توی یه لول بالاتری از لحاظ کاری قرار گرفتین، خب طبیعتاً میزان منفی و نگاتیویتی که توی کار بهتون بازخورد شده بیشتر هست. آره، و این کاملاً طبیعی هستش. دوستان عزیز همه دارن سلام میکنن، سلام میکنیم به همه دوستان از عزیزانی که امشب اینجا حضور پیدا کردن. امیدوارم که اگر سوالی هم از فرید عزیز دارین حتماً بنویسین، چون از فرید قول گرفتم که امشب یک ساعت با هم باشیم، هرچند که خسته بودن و از سر کار اومدن و از سر ضبط اومدن، ولی ازشون قول گرفتیم که امشب اینجا باشن.
و تعارفی هم نداریم، از سوال شخصی هم جواب میدیم، درسته؟ آره شاید که نه. من حالا سعی کردم واقعا چه توی تلویزیون چه توی رسانه سعی کردم واقعا تا اون جایی که خودم میتونم نزدیک باشم به اون آدمی که پشت این تصویر هست. تلویزیون من یه برنامه‌ای داشتم سالها پیش به اسم خورحالات و یه برنامه صبحگاهی بود، خیلی برنامه موفقی بود. دلیلش هم فقط یه چیزی بود و اینم بگم خیلی منو محبوب کرد اون برنامه، حداقل به زعم خود من، با اینکه من سالها بود که کار اجرا میکردم، کار برنامه سازی میکردم، اما این برنامه یک دلیل داشت به نظرم که اومد و مورد اقبال عمومی قرار گرفت، چون که من حرف مردم رو، یعنی تلویزیون و مدیریت وقتی این اجازه رو به من داد که مسائل روز جامعه رو با لحنی که مردم دوست دارن اومدم بیان کردم توی برنامه، از قلب مردم در واقع. باریک این لحنه خیلی مهم بود و برای من واقعا بعد از 20 سال کار من چقدر درس گرفتم از اون برنامه که چقدر این میتونه مهم باشه. مردم ما این روزها مردم عصبانی هستن، مردم ما مردمی هستن که حداقل خیلی هاشون تحت استرس و فشارهای روحی روانی زیادی هستن، از کرونا بگیر تا مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و بسیاری شاخصهای دیگه که وجود داره. و مردم دوست داشتن وقتی من یک مدیر یا یک مسئولی رو می آوردم توی برنامه و تلویزیون این اجازه رو به من داده بود، تأکید میکنم، و من لحنم لحن مطالبه گر بود، در این حال که به هر حال سعی میکردم که اون ادب رسانه رو حفظ بکنم، اما قرار نبود که من بیام اونجا اضافه گویی بکنم یا مثلا گل و بلبل بگم به فلان مسئولی که عملا دروغ گفته به مردم. و مردم دوست داشتن که من با اون لحنی که توی قلب اون مخاطب من هست و من سعی میکردم واقعا با همون انرژی و با همون احساس اینو انتقال بدم اون سوال رو. و من میومدم بیرون فیدبکش رو میدیدم. یه پیرمرد یه روز دم تانکورا اینطوری دستمو گرفت، مچمو گرفت، گفت تو همون پسر توی تلویزیونی؟ گفتم بله. واقعا فکر کردم الان یا میخواد مثلا یه فوشی بده یا بزنه، یا یعنی اینطوری بود، انقدر این آدم برانگیخته بود، یه پیرمردی شاید بگم 80 ساله 90 ساله. و همین خیلی جالبه، گفت حالا من کردیشو میگم، گوتی خوین ما بن خوین تو. چه جالب. آره یه پیرمرد مسئولیت خیلی بزرگی ها. این بزرگترین اتفاق برای من، یعنی اینطوری مچمو گرفت، جاشم میگم دم تاناکورا بود و تو خیابون فرح برگرد میگفت خوین مبن خوین تا دبرو دبرو بیجاوش. یعنی واقعا اگه یک ساعت هم باید مینشه صحبت میکرد در کل همین جمله‌ای که گفته خلاصه شده. ببین اتفاق خیلی اتفاق بزرگی برای من، یعنی اینکه من کارمو درست انجام دادم، یعنی اون مهر تاییدی که من باید بگیرم از اون من گرفتم. حالا به هر حال اتفاقی دیگه هم هست دیگه، وصل کردن به هر حال آدمی که توی رسانه است به جاهای مختلف. و ولی من میگم که زمان، اجازه بدیم که زمان همه ما رو قضاوت بکنه. فرید آریانژاد الان با امثال من خیلی حرفای ما آموزش داده شدیم که بتونیم خوب حرف بزنیم، بتونیم خود واقعیمون رو مخفی بکنیم، بعضی وقتها بتونیم استفاده بکنیم از آموزش هایی که دیدیم، پول در بیاریم، پست بگیریم، میز بگیریم. اما زمان همه اینها رو در آینده مشخص خواهد کرد. مثلا اینه همین جان. حالا به هر حال اگه دوستانم این یه سوال پرسیدن، حالا اینو جواب بدین، دیسان شو چرا زنده نیست؟ دیسان شو خب قرار بود که زنده باشه، هنوزم این بحث هست که این برنامه زنده بشه یا نه. دیسان شو همین برنامه جدید منه، برنامه شبانه جدید منه. یکی از دلایلش اینه که برای این برنامه ما سعی کردیم یه مقدار حداقل به لحاظ فرم فرق بکنه با اون برنامه‌های روتینی که دیدن. سعی کردم به لحاظ کارگردانی تلویزیونی، هم دکوپاژ صحنه و هم محتوای گفتگوها،
و خیلی از این گفتگوها شاید ممیزی بخوره توی تلویزیون، یعنی در برنامه زنده شاید قابلیت این نداشته باشه. هرچند که آقای دکتر عبدالملکی مدیر کل ما اصرارشون بر این هستش که شاید از بعد از انتخابات برنامه زنده بشه. 100% ان‌شاءالله. حالا خب فرقی هم نمی‌کنه دیگه، من حالا فرق برنامه زنده و غیر زنده این استرسشه که من همیشه دارم. معمولا پای برنامه زنده دیروز مثلا یه اروری داشتیم توی اینستاگرام و دوست عزیزم هیوای سفیدکاران رو نتونستیم داشته باشیم که اتفاقا کارشون هم به کار شما نزدیکه. هیوای عزیز یک تخصص جدیدی رو که من خیلی علاقه من بودم ببینم به اسم FPV drones یا First Person View Drone که تصاویر فوق‌العاده‌ای رو اینها به تصویر میکشن و از لحاظ هزینه‌ای شاید بگم چندین برابر هلی شات ها فرید قدرت مانور داره و یه چیزی هستش که من فکر میکنم سینمای ایران و بحث مارکتینگ در ایران به این مقوله واقعا نیاز داره که شناخته شده هم نیست. دلیل اینکه من هیوا رو دعوت کردم چون شاید بگم تنها کسی هستش که توی حوزه FPV الان توی دوستان من فعال، جدا از اینکه هیوا از نامداران استان کردستان و قهرمانان تیم ملی بسکتبال ایران هم بوده و به واسطه همین هم براش احترام قائلم که ان فردا سعی می‌کنم فردا پسر باهاش هماهنگ کنم، چون خودم به شخصه خیلی علاقه داشتم که این حرفه رو به عنوان یه حرفه به دوستان معرفی بکنم که بتونن ادامه بدن و ازش برای بحث امرار معاش استفاده بکنن. خیلی هم اتفاق خوبیه، این خیلی به نظرم میتونه اتفاق خوبی باشه که چون هیوا برای دوست مشترک ماست. اما کاش من دوست داشتم واقعا هیوا، ببین مملکت ما اتفاقی که از اتفاقای شومی که همواره میفته یکی از شاخصاش میتونه همین باشه. هیوا سیفی‌کاران قطعاً توی نسل خودش بهترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران بود، هیچ شکی در این نداشته باشه. یعنی هیوا سیفی‌کاران قهرمان اسپک ایران بود سالها، اصلا این حالا به هر حال یکی از مهارت هاست. هیوای سیفی‌کاران بهترین بازیکن اون مقطعی بود که به هر حال در تیم ملی بود 100%، و یک آینده روشن عجیب و غریب. یعنی میگفتن استعدادی که این بچه داره واقعا عجیب و غریبه و شاید اگه ایوا بدشانسی نمی آورد و به هر حال مسائلی که حالا خودش صلاح بدونه راجبش حرف میزنه، شاید هیوای سیفی‌کاران اولین کسی بود که میتونه سوی NBA بازی بکنه، یعنی اولین ایرانی و اولین کردی که میتونه سوی NBA بازی بکنه چون که پتانسیلش رو داشت 100%. اما هیوا سیفی‌کاران کجاست الان؟ چرا استعداد، مهارت و توانایی؟ ببین من سال گذشته رئیس هیئت بسکتبال سندج بودم، به واسطه ی حالا اصراری که دوستان از من داشتند این مسئولیت رو من قبول کردم، خورد به کرونا خوشبختانه و کار من 15 اسفند استعفا دادم. خیلی متاسفم که واقعا این یک سال و چند روزی که من مسئولیت این بسکتبال یا ورزش رو در استان کردستان قبول کردم، با اینکه من و خود میدونی من و خانوادم سالها در بسکتبال فعالیت داشتیم، یعنی آدمای غریبه‌ای نیستیم، هیچ با بازیکن ستاره‌ای نبودم، اما به هر حال در مقاطع مختلف سنی بسکتبال بازی کردم. پدرم همینطور، عموام همینطور. عموی من اولین کسی که توی تیم پاس تهران بازی کرده، آقای جاسم آریان‌نژاد. پدرم همینطور، یا کمال آریان‌نژاد. بسیاری از هم نسلای من و تو شاگرد عمو کمال بودیم 100%. خودشون بازیکن. به هر حال میگم بس اینه که هیوا سیفی‌کاران کجای بسکتباله، کجای بسکتباله و بسیاری دیگر. دقیقاً. کاش توی پیجت راجع به این مسائل هم حرف زده بشه. چشم، حتما. البته خب من شاید حالا خب هیوا استثناست و بحث تو رو من کاملا قبول دارم، ولی و این استعدادیابی و در واقع میشه گفت از بین رفتن استعدادها به دلایل مختلف، اینها یه بحث جدایی هستش که میتونیم صحبت بکنیم. ولی مبحثم این بود که خب یک در واقع پتانسیلی برای یک کار هست، ولی چون ما بینشش رو نداریم هیچکی سمتش نمیره. یعنی شما برای این بیزنسی که هیوا داره هم تدریس میکنه و هم برای شما ریسورس و تولزش رو آماده میکنه 100 میلیون تومان احتیاج دارین که اگه توش در واقع شناخته شده بشین
میتونین قراردادهای چند میلیونی با تلویزیون با کمپانی‌های تبلیغاتی ببندین و براشون فقط فیلم تهیه بکنین. کما اینکه یکی مثل هیوا دیروز که من با صحبت می‌کردم کاملا به این کارش عشق می‌ورزه. من مطمئنم هست اینجوریه، چون شما میتونین برین یه کاری رو انجام بدین، مثلا یه نونوایی باز بکنین، چون 2000 تا نونوایی توی شهر هست، ممکنه که یه ماه وقت بذارین برین این نونوایی ها رو ببینین و از همه بالا و پسی برندی هاش اطلاع پیدا بکنین، بعد برین کارتون رو شروع بکنین. ولی کاری که این کرده، نه کسی بوده راهنماییش بکنه، نه کسی بوده یادش بده، خودش مسیر رو برای خودش هموار کرده و این توان اون عشق رو میخواد. هیچ مشکلی نداره، قابل احترام برای من هیوا، قطعا میدونم که آدمی هم هست که حتما پیشرفت خواهد کرد. سوال من اینه، چرا هیوا سیفی کارانی که ببین این هیوا رو که میگم هزاران نفر آدم دیگه هم توی این شهر هستن، آرش هست، بچه های دیگه، همه اینها، کاوان قطبی، بچه های دیگه حوزه بسکتبال، من میگم آقا چرا نجاره داره آشپزی میکنه، چرا آشپزه داره عمل جراحی میکنه؟ بیسه غلطیه، سیستم غلطیه و ما باید اینو درست بکنیم. توی اون بیسی که هستیم سعی بکنیم که بیایم پرورش بدیم. الان مثلا آرش برادری جز آدماییه که من جز قدیمی ترین دوستان منه. آرش برادری شاید کلاس اول و دوم ابتدایی ما سر یه میز میشستیم با هم و آدمیه که داره تو بسکتبال همه زورشو داره میزنه، همه تلاششو داره میکنه که بتونن حداقل هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ این که به هر حال ما جایگاهی که بسکتبال داره در اون جایگاه خودش حداقل برگرده. یکی از تنها کسایی که داره این کارو میکنه آرش برادریه، رامین احمدیانه، حامد عمویانه، اما بسیاری دیگر که موهق به این کار هستن خودشون رو کنار کشیدن. چرا؟ چون که اون فضا براشون مهیا نیست. خب فعلا یه کاری بکنیم، ازت میخوام قول بگیرم یه برنامه دیگه میذاریم، حالا یا آرش یا هیوا یا کاوان یا حامد رو میاریم یه لایو سه نفره میریم روی این بحث صحبت میکنیم. امشب حالا نمیخوام زیاد از اون آره اونو حتما من بهت قول میدم که این کارو بکنم، چون من خودم از علاقمندان بسکتبال هستم، بسکتبالیستم بودم، بسکتبالیستم دوست دارم، یعنی با فرید آیان‌نژاد توی اون استادیوم بارها و بارها گلو پاره کردیم ما اونجا. یه سوال کوچیک میپرسم، خوش آمد میگم به خانم سبدا از بازیگران سریال سنجرخان که امشب در موردش صحبت خواهیم کرد، شاهرود ولیپاک عزیز که اسم بردن از امید داداششون که بله ایشون هم از بزرگان بسکتبال کردستان هستن. فرید میخوام یکم یه جواب یه مقدار مثبتش بکنیم. معمولا توی هر شغلی و توی هر حرفه‌ای شما برمیگردید میگه که هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. به نظر من برای کارگردان، تهیه کننده، بازیگر سینما، اون باز جوید روزگار وصل خویشون فیلم تماشا کردن است، چون تمام اون اکسایتمنت از اونجا میاد که تو به هر حال اون تصویر رنگارنگ سینما یا سیاه و سفید رو میبینی. بهترین فیلم فرید آیان‌نژاد چیه؟ ای وای خیلی سخته. ببین این سوال خیلی سخته، واقعا نمیتونم بگم، ولی حالا یه چیزی که به حجت شرعی رسیدم، بهترین فیلم 20 سال اخیر رو میتونم بهت بگم از نظر من. خب مد مکس واقعا چه جالب. 20 سال اخیر یعنی جذابترین فیلم و کاملترین فیلم به نظر من در 20 سال اخیر، دو دهه اخیر، به نظر من مد مکس. چه جالب، انتظار نداشتم من واقعا. خیلی این فیلمو دوست دارم، خیلی فیلم کاملیه و ولی خب مثلا جوزف الان ببین من واقعا اهل ادا نیستم، سینما رو هم حداقل تو خودت میدونی دیگه، من با سینما و فیلم دیدن زندگی کردم. من چقدر از دست مثلا برادران عزیز کمیته فرار کردم سر اینکه فیلم رفتم از ششم به من اجاره کردم گذاشتم زیر لباسم یا آوردم، یا خودت که زمانی کار به هر حال ویدیو کلوب داشتی و به هر حال تنمون خورده به دیدن فیلم. واقعیت اینه اصلا من خیلی از این مرزبندی ها رو نمیفهمم، یعنی مثلا میگن فیلم هنری یا مثلا میگن فلان فیلمساز شاخص، مثلا آقای عباس کیارستمی من تمام فیلماشون رو دیدم، شعور من
و سواد من و سلیقه من واقعا با هیچ کدوم از فیلم های استاد کیارستمی نمیخونه. من تمام فیلم هاشون رو دیدم، با گارد پایینم دیدم، واقعا من هیچ نقطه اشتراکی با آثار آقای کیارستمی ندارم. ولی چرا، به هر حال آقای کیمیایی رو من هنوز عاشقانه دنبال میکنم، هنوز تشنه دیدن فیلم های آقای حاتمی هستم در سینمای ایران، یا به هر حال سینمای دهه 50، حالا اگه بخوای مثلا حالا باستر نگاه بکنیم و گسترده تر نگاه بکنیم. این که میگم فیلم مد مکس رو من دوست دارم، چون که فیلم تمام شاخص های یک سینمای کلاسیک رو داره. قهرمان مد مکس یک قهرمان کامل کلاسیکه، بدمنش هم اینطور. یعنی حتما شاید خودت هم میدونی در این فیلم تروکاژی که این فیلم داره، همون حقه های سینمایی، کمترین استفاده از سی جی شده توی این فیلم. آره، یعنی تمام تروکاژش عملا تروکاژ میدانیه، و اینه که من این فیلم رو بسیار میپسندم و بسیار دوستش دارم. تمام شاخص های، یعنی من وقتی این فیلم رو نگاه میکنم یاد سینمای جان فورد میفتم، یاد سام پکینپا میفتم، یاد گری کوپر توی صلات ظهر میفتم، یا ماجرای امروز میفتم. قهرمان از اون جنسه، اما اومده امروزی کرده و برای من بسیار جذابه. در ایرانم این سوال خیلی از من پرسیدن، دوست دارم اینجا بگم. ببین، به نظر من کاملترین، اینو به ضرس قاطع دارم بهت میگم، این اعتقاد منه، در سینمای ایران کاملترین و استانداردترین بازیگر به نظر من آقای جمشید آریاس. در جهان میگن دو تا بازیگر هستش که شاید فیلم بد داشته باشن اما بازی بد ندارن. یکی آقای جورج سی اسکات. جورج سی اسکات، حالا من بگم، اگه فیلم بیلیارد باز رو دیده باشین، بله، همون شرط بنده است، همون لاغره که روی پل نیومن شرط می‌بنده. یکی جورج سی اسکات، یکی جین هکمنه. جین هکمن هم میگن بازی ضعیف نداره توی مجموعه آثارش. نداره واقعا، نه. در سینما ایران تنها بازیگری که من فکر میکنم میشه این رو، این عنوان رو بهش داد که بازی ضعیف ها نظر شنیدم، آقای جمشید آریاس. فیلم بد تا بگی زیاد داره. فیلم های فیلم فارسی که چه عرض کنم، فیلم های دکوراژه مستعجن زیاد داره، اما تو همون فیلم های مستعجن هم جمشید آریا درخشانه. به یاد ندارم بازی ضعیف از ایشون، و اینو دوست داشتم بگم، دوست داشتم تو گفتگو عالی. خب حالا من میگم، بحث امشب ما بیشتر معرفی فرید هست. حالا ازش درخواست کردم که حالا توی مباحثی که خودشون علاقه مند هستن حتما صحبت کنیم، که چه در مورد بسکتبال، و میخواستم یه مقدار از فرید، چون به خاطر اینکه تهیه کننده هست و آشنایی کامل داره با تمام مشاغلی که توی حوزه سینما وجود داره، چون بازم تابو هست، شما اگه میخواین سینما کار کنین یا باید بازیگر بشین یا کارگردان بشین یا تهیه کننده دیگه. ما صدا بردار نمیخوایم، نورپرداز نمیخوایم، طراح صحنه نمیخوایم، طراح لباس نمیخوایم. تمام این مشاغل وجود داره، تمام این مشاغل نیاز هست، ولی نه پشتیبانی شده، نه بکاپ داره. و اونایی هم که فارغ التحصیل میشن تهش یا میان به قول فرید میشن یه کاره دیگه، یا اگرم کاری دارن اونجوریه که باید بهشون ارزش نهاده نمیشه. چرا؟ چون یه تابوی هست به اسم بازیگر، کارگردان، تهیه کننده. بله، کاملا درسته. این هنوزم وجود داره، البته بهتر شده. ببین الان تو سینما ایران ما چند تا بازیگر کرد ستاره داریم. عملا اگه بهت بگم در حال حاضر شاید فقط هوتن شکیبا یا نوید محمدزاده. نوید محمدزاده، حالا من در جغرافی کردستان، استان کردستان دارم میگم، ولی اگه بخوایم حالا بزرگترش بکنیم، آره، نوید محمدزاده، هوتن شکیبا، بگو دیالا، در نهایت شاید بگم مثلا 5 نفر آقایون و خانم ها، 5 تا کرد داریم که قابلیت اینو دارن که ستاره باشن. حالا درسته، هوتن و این دوستمون که فرمودی این شرطو دارن، اما ما ساید محکم رو داریم،
که سیمرغ جشنواره فجر رو داره، یکی از بهترین صدابرداران حال حاضر ایرانه. ذهنم یاری نمیکنه، یه مقدار خستم، ذهنم یاری نمیکنه. اما ما الان در حوزه فیلم برداری، در حوزه صدا برداری، در حوزه صدا گذاری، در حوزه گریم، در تدوین، همون افکت های ویژه، جلوه های ویژه، جلوه های ویژه، همین آدم هایی رو داریم که واقعا استثنایی هن، که بار سینمای ایران رو دارن رو دوششون میکشن. اصلا نمیخوام ناسیونالیستی به قضیه نگاه بکنم، بدم هم میاد از کسایی که این فیلتر رو میذارن و میگن فلان و بهمان، نه ناسیونالیستی به قضیه نگاه نمیکنم، اما با آدم های بسیار زیادی در ارتباطم من که واقعا اینا آدم های بسیار بزرگی هن، سطحشون از سطح سینمای ایران بالاتره، اما هیچ کسی هم اینا رو نمیشناسه، نیازی هم ندارن اینا رو بشناسن، در اون بیسی که دارن فعالیت میکنن همون کفایت میکنه. درسته. دلیلش اینه که آموزش آموزش غلطیه. ما یه دانشگاه داریم، یه این مؤسسه های آزاد رو داریم، آره، و در نهایت این فریلنسری دیگه، کسایی که فریلنس خودشون آره تجربی، آره، هیچ کدوم از اینها اون آموزش و اون شناختی رو که یک آدم 0 کیلومتر نیاز داره که آشنا بشه با گرایش های مختلف نمیده. خود من آدمی هم که از دانشگاه اومدم بیرون، به بیشترین اطلاعاتی که من به دست آوردم از سر کلاس نبود، از همنشینی و شب نشینی با هم کلاسی ها و اینا بود در خونه و سر همون فیلم دیدن ها. من یه ویدیوی X1 برده بودم از اینجا، واقعا من هر چی که بلدم این سواد کم من از سر کلاس به دست نیومد، از نشستن و نقد کردن این فیلم ها با دوستان بود. درسته. و این بیس متاسفانه عقیم آموزشی ماست. یه بچه 17-18 ساله که میخواد وارد دنیای سینما بشه شناختی نداره، زمانی هم که به این شناخت میرسه که یا دیر شده یا اینکه دیگه اصلا حال و حوصله‌اش رو نداره. ببین من 2 سال گذشته تدریس میکردم دانشگاه علمی کاربردی، از من خواستن که برم چند واحد اونجا درس بدم. بچه های ترم 8 که عملا ترم آخر بودن با من یه کلاس داشتن، قرار بود کارگردانی تلویزیونی رو بهشون درس بدم. اینا ترم آخر سینما بودن، یعنی درسی که اینا خونده بودن عنوانش این بود کارگردانی سینما و فارغ یه لیسانس بهشون میدادن، قرار بود اینا بیان بیرون چیز بشن. یکی نفرشون قابل تایید است برای من توی اون آدم ها. یه بچه به اسم آکو زندی فیلمساز شد و یه دوست دیگه هم داشت به اسم سامان، با هم کار میکردن، هم جدا شدن، ولی آکو تنها کسی بود تو اون کلاس 20 نفره که مسیر رو درست اومده بود، باقیشون اشتباهی اومده بودن. ترم 8 سینما خدا شاهده نمیتونست بنویسه کلوزآپ. واو. بلد نبودین، یعنی دکوپاژ مکتوب و بلد نبود. خیلی هاشون تعارفی نداریم. و چه انتظاری میشه داشت مثلا از سینمایی که قرار دست این دوستان داده بشه؟ البته میگم همون آکو زندی که میگم به جای اون 20 نفر واقعا خوبه به نظر من. برسته. اسمشو خواهیم شنید در آینده. حتما حتما. خب اینا برمیگرده به سیستم های نظام آموزشی و میگم خیلی هاش برمیگرده به اون 15 نفر و 19 نفری که اومدن نیومدن کارگردان سینما بشن چون علاقه مند بودن، اومدن کارگردان سینما بشن چون کارگردان بودن سینما تابوه. آفرین، درسته. چون کسی که کارگردان سینماست تایتل داره. مثلا من به شدت، من خودم دارم دکترا میخونم، به شدت مخالفم کسی منو به اسم دکتر صدا کنه. خیلی، یعنی اصلا معذب میشم، ناراحت میشم. چرا؟ مگه من آرایشگر رو مثلا میگم جواد آرایشگر یا مثلا میگم رضا نونوا؟ نه، ما اینجوری میگم فرید کارگردان. نه، دکتر بودن من شغل منه. من اگه دکترم شدم به خاطر خودم شدم، به خاطر علایق شخصی خودم شدم. هیچ دنیا
دولت، جامعه هیچ دینی نسبت من نداره، حالا چه جراح متخصص قلب باشم چه دکترای کامپیوتر داشته باشم. اینی که شما برمیگردی میگی دکتر رضایی، من نمیفهمم یعنی چی دکتر رضایی. یعنی آقا این آقا شما دکتری؟ حالا اگر ما میخوایم، اولا که ما اسم داریم هممون، یعنی اگر از دیدگاه دیستینگویش کردن و جداسازی افراد نگاه بکنیم، خب فرید آریانژاد فرید آریانژاده، به این خاطر بهش اسم و فامیل دادن که بشه جداش کرد از هیمن نامداری به قول معروف گفتنی. ولی لزومی نداره من بگم فرید آریانژاد کارگردان. و حالا من یه قدم جلوتر میرم میگم اوکی، اصلا بیایم همدیگه رو به اسم شغل صدا کنیم، ولی انقدر فهم اجتماعی داشته باشیم که برای اون آدمی که رفتگره به همون اندازه که برای کارگردان و جراح اعصاب احترام قائل باشیم، نه اینکه بگیم دکتر رضایی چون میخوایم دکتر رضایی کاری برامون انجام بده یا چون دکتر رضایی خوشش میاد. متوجه هستی؟ اون آدمی که میاد توی کلاس تو و نمیدونه بنویسه کلوز اپ، ممکنه که بهترین نقاش تاریخ سینمای ایران، تاریخ ایران باشه، ولی چون میخواد دکتر بشه و به اندازه کافی نقاش بودن توی جامعه ایران کریتیسایز شده، نمیره نقاش بشه، میگه کارگردان میشم که فردا بگم کارگردان. بله یارو بله. میره مثلا دکتر جراح مغز میشه، توی اولین لبشون بیهوش میشه و تا آخر عمرش فوبیا داره نسبت به خون. اصلا آقا شما چرا اونجا رفتی؟ شما که به خون فوبیا داری چرا رفتی شدی جراح مغز؟ که صبحت خونه تا آخر شب، مگه میشه چون این آدمی؟ چرا؟ چون خانواده ازش خواسته، جامعه خواسته و آدم‌های مختلف. این درده. این دیدگاه منم هست. این ببین جامعه ما ناخواسته ما رو سوق میده به طرف این که تبدیل به برند بشیم. دقیقاً. جامعه و سبک زندگی ما این رو از ما میخواد. یعنی ما ببین من خیلی فضای مجازی رو دوست دارم، چون که واقعا هیچ رسانه‌ای در طول تاریخ حداقل تا این لحظه نتونسته این ارتباطی که بی واسطه بدون ریا و بدون نقاب در این حد رو انعکاس بده. و تمیزترین نوع رابطه به نظر من همین رابطه ایه که الان من و تو هم جزء کاربرانش هستیم. دقیقا میدونی؟ و این میاد و چون که به نظر من چون که بیسه درستیه، تبدیل کردن یعنی اون برندسازی در کسری از ثانیه اتفاق میفته. ببین یک مجری توی تلویزیون به خاطر اینکه تبدیل به یک مجری برند بشه سالها باید کار بکنه. درصد. باید رسانه پشتش باشه، باید حمایت بشه، باید خودش، حالا اگه اون استانداردهای لازم رو ما در نظر میگیریم، خودش تلاش بکنه به روز باشه و هزار و یک کار بکنه تا در نهایت بعد سالها مثلا بشه آقای رشید پور. خب دقیقا بشه یک شاخ رسانه، حالا اینطوری با این ادبیات حرف بزنیم. دقیقا. اما در اینستاگرام این اتفاق در کسری از ثانیه میفته. 100%. یک دوستی داشتیم که من اسمش هم علی کسکم میجنب نمیدونم اسمش چی بود. علی کسکم، همونی که دیالوگ رو گفت. آره این آدم اومد یک دیالوگ گفت و خیلی جالبه، من واقعا سری رفتم ببینم چیز فالووراش چطوری بالا داره میره. وحشتناک بود. یعنی به محض اینکه این آدم اومد و یک رسانه شخصی، چون که این پیج های رسانه ماست، به محض اینکه رسانه شخصی خودش رو به وجود آورد، در کسری از ثانیه رفت روی 10K و 20K و الان هم نمیدونم، مطمئن خیلی بالا است. و یک آدم لومپن، یک آدمی که حداقل از دیدگاه ما یک آدمیه که با اون ارزش ها و اون متری که ما داریم نمیخونه، تبدیل میشه به یک برند. کاری ندارم خوبه یا بده، از نظر من مثلا شاید منفی باشه، اما این آدم یک برنده، این آدم داره تولید محتوا میکنه، تاثیرگذاره. آره از همه مهمتر. آره تولید میکنه، سرگرم کننده است. هیچ تلویزیونی در دنیا این قدرت رو نداره. یعنی شما اصلا بگو بی بی سی، بگو ام بی سی، بگو این هر تلویزیونی با هر نوع دیدگاهی که داره، نمیتونه مثل این رسانه های فضای مجازی باشه.
و این رو برای من خیلی جذابه. 100%. حالا من این نکته رو بگم فرید، یکی از دلایل من این ایده این پیج رو خیلی سال داشتم، ولی من خیلی آدم هزیتیت داشتم، مثلا نفرت داشتم که بیام توی اینستاگرام به خاطر همین مفهوم پوپولیزمی که میگی. و یه روز تصمیم گرفتم، گفتم خب تا کی میخوای مبارزه بکنی؟ یعنی تا کی میخوای با این، تو که رشتهت کامپیوتر ساینسه، این بیس توه، نمیتونی که باهاش مبارزه کنی دیگه. من که رشتم اینه، مثلا اینکه به فرید بگن شما فیلم نساز، مگه میتونی؟ شما کارگردانی باید فیلم بسازی، نمیتونی. اینستاگرام، سوشال مدیا، مدیا مارکتینگ، کامپیوتر ساینس، اینا همش مثل یه غلاف در هم تنیدن، یعنی تو باید از اینا بلد باشی که بتونی کار بکنی. من یه روز به صورت اتفاقی دیوید گیلمور توی فالوورها اومد بالا، زدم دیدم دیوید گیلمور 800 هزار نفر توی دنیا فالوور داره. من و داشتم یعنی در حد گریه کردن داشتم گریه میکردم که یعنی چی؟ یعنی یه، حالا اونایی که آشنایی ندارن، پینک فلوید برای من مثل ونسان ونگو که توی نقاشی، و یه روزی هم خواهد شد، یعنی 100 سال آینده مردم میشینن لایریکس و اون لیریکس شعرهاشون رو مثل حافظ باید فال بگیری ازش، انقدر اینها پرمحتوا، یعنی سکانس هایی که اینها گرفتن ثانیه به ثانیه دنبال معنی میگرده. شما کجای محصولاتی که الان میبینی چون این مفهوم رو میبینی، توی کارهای آرش یا توی کارهای کاردی بی یا دی جی نمیدونم چی؟ ولی این تأسف باره که جامعه به سمتی داره میره که کیم کارداشیان میلیون ها نفر، چیز نزدیک به 200 میلیون نفر فالوور داره، چراشو همه میدونن، و یه آدمی مثل دیوید گیلمور که عمرش رو فدای انسانیت و بیشتر کردن بشریت در انسان، بیشتر کردن فهم در انسان کرده، 800 هزار نفر فالوور داره. من اول فکر کردم، گفتم پیج فیکه، گفتم این پیج فیکه، مثلا دیوید گیلمور فنه. تمام اینستاگرامو من زیرو کردم، نه این پیج دیوید گیلمور. بعد رفتم پایین، دیدم آره پیج شخصی خودشه که از خونش داره تیر میذاره. من توی این امریکا فکر نمی‌کنم، فکر نکنید اینجا خبریه، اینجا هم همونه، تازه اینجا داره تولید میکنه این رو برای شما. بله متوجه هستی؟ یعنی من توی یه جایی نشستم که یه بازی فوتبال امریکایی که پخش میشه چیزی نزدیک به 2 ساعت تبلیغ پخش میشه، خیلی زیاده ها، بگن بازی 2 ساعت، شما 2 ساعت تبلیغ میبینید. اینجا خوراکش اینه. ولی خب من منظورم اینه که الان من هدفم اینه که از 6 میلیارد نفری که توی دنیا هستن، اگه من 1 میلیون نفر رو با فکر خودم پیدا بکنم، اگرم دقت کرده باشین تمامی مهمانهای من فکرشون اینجوریه. من یکی رو نمیارم که صدای حیوان در بیاره، چون من الان فلسفه زندگیم قضاوت نکردنه. اوکی، من قضاوت نمیکنم، با کار آدم ایکس موافق نیستم، ولی لزومی نداره فالوش کنم صرفا چون باید فالوش کنم، صرفا چون یه عدد اونجاست. من کارمو میکنم، شما هم کارو بکنین. توی این وادی بگیر به بند پیروزی هم معنی نمیده، ولی حداقل آرامش این رو داریم که میگیم با آدمای نشسته برخاست میکنیم که حرف من رو میفهمن. مثلا من و تو اگه با هم ارتباط نداشتیم، دوستیمون خیلی طول نمیکشید، مطمئنم سالهای پیش تموم میشد. حدودا یه 10 دقیقه وقت داریم فرید، 5 دقیقه کامل در اختیار خودت، 5 دقیقه هم میذاریم برای سنجر خان. باش ببینه جامعه، من فکر میکنم زندگی بشر، یا حالا خیلی به قول معروف دیگه کردی بگم، وقتی ما در یک کره زندگی میکنیم که به هر حال کرویه، فکر میکنم همه چیزش همینطوریه، یعنی سبک زندگی بشر هم به نظر من در طول سالهای متمادی سبک رو دارم میگم، از یه حالتی به حالتی در میاد، شاید بره فراموش بشه اون حالته و دوباره باز انسان نیاز پیدا میکنه به تغییر زندگیه. فکر میکنم انسان امروز به شدت داره به لحاظ اجتماعی هم به طرف انزوا میره، یا از یک دیدگاه دیگه و به زبان دیگه‌ای داریم ما قبیله‌ای میشیم. یه زمانی شاید مثلا تا 10 سال پیش به شدت همه چیز داشت به طرف دهکده جهانی میرفت، اما الان احساس خود من اینه، ما داریم بیشتر به طرف کلونی میریم، داریم به طرف اجتماعهایی میریم که خیلی آدم چه میدونم، آدمی که از جنس ما نیست رو سعی میکنیم خیلی سریع پس بزنیم، و خود منم اتفاقا دوست دارم اینو. خود من سالهاست در واقعا هیچ اجتماع هنری شرکت نمیکنم،
الان نیستی، سالهاست خودت نیستی اینجا، اما دوستانی که حالا باشن میتونن شاهد این قضیه باشن. من حتی جشنواره فیلم فجری هم که در سرندج فیلماش اکران میشه سالهاست نرفتم، هیچ فضای هم نمیرم، حالم خوب نیست. یعنی وقتی وارد یه فضایی میشم که میبینم همکاران من از جون ایدئالی که حداقل من دوست دارم ببینم و نیستن و کیلومترها فاصله دارن، اینا رو نمیگم که من خوبم اونا بدنا، نه، بحث اونه که با شاخصهای من نمیخونه اون اجتماع اون همسان بودن دیگه. میگه کبوتر با کبوتر باز. بحث من اینه واقعا توی اون اجتماع اون آدمی که نزدیک به دیدگاه من رو من نمیبینم و این انزوای خودخواسته رو قبول کردم، بسیار راحت ترم. که به قول امریکایی گفتنی این یه چیز ناراحت کننده است، یعنی it's a bad thing که تو اینجوری شدی، چون توی انزوا تو حرفت و کارت یه حرفه سوشاله، باید تو جامعه باشی که بتونی موفق بشی، ولی الان داری انزوا رو ترجیح دادی و خروجیت میشه اون چیزی که از انزوا یاد میگیری. بله دیگه، الان این اینطوری، یعنی الان من به شدت ارتباطاتم کمتر شده، آدمایی که در ارتباط نزدیک با من هستند، تو منو میشناسی، من اینطور آدمی نبودم. مطمئنم. من آدمی بودم که به لحاظ روابط اجتماعی، به لحاظ اینکه من با همه رفیق بودم، دوستان من واقعا بسیار زیاد بودن، آدمایی که خودت بودی در اون فضاها، دیدی که من مثلا کاتگوری مشخصی نداشتی که انتخاب کرده باشی، با همه دوست بودی. آره، اما الان اینطوری نیست، الان من روابطم بسیار روابط محدودیه و این خودخواسته است. و بریم سراغ سنجرم حالا، چون که قولش آره چون تایم آره بودن 6 دقیقه مونده. خب سریال سنجرخان یه اتفاق خیلی خوبه، بالاخره بعد از مدت‌های تاریخ یه قسمت از تاریخ کردستان و تاریخ ایران داره به تصویر کشیده میشه. حالا من از عکسا دارم میبینم که کوالیتی کار خیلی بالاست. این چند دقیقه رو کلا من میخوام سکوت کنم که در مورد سنجرخان صحبت بکنیم، چون قول داده بودم که این سریال معرفی بکنم، ولی میگم من با فرید آرینج داشتیم صحبت بکنیم، فردا صبح میگیم یه نیم ساعتی شد بزنیم دوباره باشیم. ببخشید که بحثا اینجوری شد، ولی دیگه میگه که هر چی که خواستیم گفتیم، امیدوارم دوستان لذت برده باشن، ولی حتما سعی میکنیم جلسات بعد رو منسجم تر بکنیم. بفرمایید فایده. سنجرخان رو ببین، سنجرخان اصلا ساختش بسیار ماجرا داره که حالا در حوصله این بحث ما نمیگنجه، اما حسین جلالی که دوست منه واقعا یک تنه پای این کار باشد و بسیار بسیار گاردها بالا بود که این سریال ساخته نشه. درسته، اما حسین به هر حال تلاش خودشو کرد و در نهایت کار با آقای دوری، مرحوم دوری، قرار شد که بسته بشه. ایشون فوت شدن، کاندیداهای زیادی بودن از جمله جمیل رستمی، از جمله خود آقای قطب الدین صادقی، خانم پوران درخشنده و چند نفر دیگه که کاندید بودن برای اینکه بیان این کار رو کارگردانی بکنن. در نهایت آقای لطیفی هر شد که کار رو بسازن، با عشق هم اومدن و به هر حال کست بسته شد و کار قطعا در مدیوم شبکه استانی کردستان، این حسین جلالی، بله، کار در مدیوم شبکه استانی بسیار بالاتره، یعنی به لحاظ کست، به لحاظ پروداکشن، به لحاظ سرمایه‌ای که پشت این کار هست. و حالا اتفاقای خوبش اینه که به هر حال داره یه جغرافیایی رو، یک مقطع تاریخی مهم رو، یک معماری شاخص رو داره معرفی میکنه توی این سریال. اما خب اتفاقای بدی هم هست توی این کار دیگه، یکیش اینه که متاسفانه بسیاری از قولهایی که داده شد، با توجه به اینکه به هر حال این دولت هم دیگه داره نفسهای آخرش رو میکشه، دولت آقای روحانی و مسئولین دولتی میتونم بگم تا حد بسیار زیادی پشت تهیه کننده رو خالی کردند و متاسفانه کار مشکلات زیادی هم داره که حالا اصلا روی مطرح کردنش نیست، اما خب بچه‌ها دارن دلی همه کار میکنن.
از اتفاقای خوب دیگه میتونم اینجا بهت بگم که تن بسیاری از این بازیگرهای کرد ما و بچهای شهرستان خورد به آدمای حرفه‌ای، از جمله مثلا خود آقای لطیفی، از جمله مثلا صدا بردار خوبمون، طراح صحنه خوبمون. این اتفاق خیلی اتفاق درستیه، باعث میشه که اون انگیزه پررنگ بشه و بیان اصلا آشنا بشه. الان مدیر تاثیربرداری این کار اکبر عزیزه، باور میکنی اسمش اصلا فامیلیش یادم رفت، آقا اکبر، حالا پیدا میکنیم بعدم من سعی میکنم پیدا کنم که آره. اشاره بکنیم. آره ذهنم خسته از اینه که یه جورایی آره دیگه یکم ولی الان یه کار تلفیقیه، بچه‌ها دارن با هم کار میکنن، هم بچه‌های حرفه‌ای هم بچه‌هایی که حالا به نسبت آماتورترن دارن کار میکنن با هم. فکر میکنم در نهایت کار آبروداری بشه، اما من از روز اولم به خود حسینم گفتم به نظرم این کار خیلی پروپاگاندا شدید بود، یعنی خیلی اومدن گفتن سریال فاخر و افتتاحیه گرفتن و خیلی حالا به اصطلاح رسانه‌ایش کردن این کار رو. کاش نمی‌شد، از جمله همین این مراسم افتتاحی است برای کدوم سریال؟ یعنی این سریالی که واقعا شرایط تولید شرایطی نیست، و این ما یه سریال داریم مثل مختارنامه، یه سریالی که الان آقای میرباقری داره می‌سازه به اسم سلمان فارسی، خب برای اون کارم یه همچین افتتاحی نگرفتن. این کار که دیگه بماند، بنده خدا حسین همه تلاشش رو داره میکنه، همه زندگیش رو گذاشته، همه سرمایش رو گذاشته که این کار بسته بشه در نهایت، ولی خب خیلی شلوغش کردن و این انتظارات رو بسیار بالا برده از این کار. یه مقدار واقع‌گرا باشیم و مطمئنم کار در نهایت کار آبروداری میشه به همت بچه ها همگی و در نهایت خیلی خیلی خود من دوست دارم که این تاریخ و این مردم بزرگ و این فرهنگ بزرگ درست معرفی بشه به باقی هموطنامون. من سالهاست متهمم به این که میگن برنامه هاش برنامه های شیکه و برنامه های فضای شهریه و عرض کنم خدمت شما که حتی فضای اشرافیه، اما جواب من اینه کردستان و فرهنگ کردستان صرفا یک پیرمردی نیست حالا تو فلان روستا نشسته حالا داره آفتاب میگیره. کی اینو گفته؟ کردستان آدمای بزرگ زیاد داشته و داره، کردستان خیابونهای مدرن هم داره، معماریهای بسیار شگفت‌انگیز هم داره. امیدوارم در سریال سنجرخان این اتفاق هم بیفته. همون کاراکتری که من دارم بازی میکنم همین شگفت انگیزه. میشه در مورد کاراکتر بگی در حد یکی دو دقیقه؟ اجازه ندارم بازش بکنم ولی خب دیگه لو رفته. من شخصیت آیت الله مردوخ رو بازی میکنم. واقعا سختی هست، بسیار کار سختیه، چون انتظار ازت خیلی زیاد خواهد بود فرید آقایان جد. بله بله، به زعم خود من خود شخصیت آقای مردوخ مهمترین شخصیت این سریاله، چون که هنوز در بسیاری از خونه های ما عکس ایشون روی دیوارها هست. ذهنیتی که ما از سنجرخان داریم یک ذهنیت دراماتیک بیشتر، میدونیم یک آدمی بوده که یک حرکت‌های انقلابی هم داشته و در نهایت به وسیله حالا برادرش کشته شده، اما ما هنوز اینطوری بگم نفس فتواهای آقای شیخ مردوخ هنوز جاریه، هنوز ما استناد میکنیم به فتواهای شرعیه ایشون، به تاریخ ایشون. مردم ما ایشون رو دارای کرامت میدونه، کرامات میدونستن، میگن پیش بینیم کرده سال روز مرگش رو. کاری ندارم حالا این درسته یا غلط، اما در فرهنگ ما این وجود داره. درست. بسیار برای من سخت‌ترین کاریه که تا این لحظه از عمرم انجام دادم، چون که به هر حال من آدم مذهبی نیستم، اهل
ریاکاری هم نیستم بگم بله، من آدم مذهبی نیستم و بسیار برای من سخت بود نقش یک آدم که وجاهت دینی و مذهبی داره رو بازی بکنم. واقعا کار ساده ای نیست. حالا امیدوارم در نهایت شرمنده واقعا مردم نشم خود من، چون که کاراکتر رو سعی کردم اونطور که من دیدم رو و شناختی که از ایشون رو پیدا کردم این شخصیت رو بیام بازی بکنم. و فکر میکنم هر چی در بیاد همین جان یا صفر یا صد. مطمئنم که این کاراکتر و این نقش آفرینی متوسط نخواهد بود. صد در صد. نه مطمئنم. آبرومو گذاشتم کف دستم و امیدوارم در نهایت یابرونش. نه نخواهید شد. فرید عزیز، فرید بزرگوار، مرسی که امشب اومدی، میدونم خسته بودی، ولی میخوام این قول رو ازت بگیرم که دوباره بیای. سنجرخان بیشتر باید در موردش صحبت بکنیم، حالا چه در حین تولید چه در حال پخش، و ما به کسی مثل تو یا حتی اگر بشه از کارگردانش بتونم دعوت بکنم، دوست دارم که با ایشون هم صحبت بکنم، چون ایشون برای کردستان نیستن، درسته؟ آقای لطیفی هستن، ایشون جزو کارگردانه رزومه دار و خوب سینما ایران هستن، هم تلویزیون هم ایران. بله و بسیار مطمئنم که من حتما این قول رو بهت میدم که کانکتت بکنم با ایشون. حتما خوشحال میشم، چون ایشون داشتم توی این شش ماه، مطمئنم که با عشق حتما میاد و باهات گفتگو میکنه و حتما دوست دارم راجع به ایشون هم حرف بزنم. 100%. حالا میگم فرصت زیاد هست، از به قول اینا امریکایی‌ها تا زمانی که وقت داشته باشین. حالا من سعی میکنم چون کلمه هم میاد نمیخوام انگلیسیشو بگم، ببخشید که دارم میگم، سریع ترجمهش میکنم. تا زمانی که شما وقت داشته باشین من در خدمتت هستم، هر تایمی که داشته باشین من برای این برنامه باز میکنم، چون ویدیوها میمونه توی اینستاگرام، میمونه توی یوتیوب هم میمونه. تقریبا رفتیم 1 ساعت و 4 دقیقه. فرید عزیز بازم ممنون، با تمام خستگی اومدی، امیدوارم فرصت داشته باشیم دوباره باهات صحبت بکنیم. اگر حرف آخری هست در خدمتت هستم، اگر نه که لا ببره. حتما این کارتو ادامه بده و من خودم از فنات هستم، فالوت هم کردم و مطمئنم که این پیج چون که داره تولید محتوایی میکنه که شاید این 1 ساعت و 4 دقیقه، مطمئنم شاید 3-4 دقیقه به درد مردم بخوره. حرفای خودم رو دارم، این 3-4 دقیقه کفایت میکنه به نظر من و ادامه بده. با توجه شناختی هم که دارم میدونم که کاری شروع بکنی مطمئنا تا تهش میری و حتماً حتماً. این لایو رو میبندم با جمله‌ای که فرید گفت، به یادم اومد که کنفوسیوس میگه که یک راه 1000 مایلی شما با یک قدمتون شروع میشه. این رو یاد به یاد داشته باشین که هر کاری رو که میخواین بکنین، مهمترین کاری که باید بکنین اون قدم اوله. اگه قدم اول رو بردارین حتما به مقصد میرسین. فراموش نکنین که هدف رسیدن به مقصد نیست، هدف لذت بردن از طول سفره. پس هیچ وقت اینو فراموش نکنین. مرسی از فرید آریان‌زاد عزیز که من مطمئنم همیشه از مسیرش لذت برده نه از مقصدش. امیدوارم که خوب باشی فرید جان، آرزوی موفقیت میکنم، بازم با هم صحبت خواهیم کرد. روز خوش.